قبل از هر چیز تصاویر دوربین امنیتی جوجان به زمین خوردن و اسنا سادات به زمین و جوجان فرود آمدن شد قسمت کوتاش برتان پخش میکنم. خوب به دقت ببینید، در ادامه با هم صحبت میکنیم و صحبت های داره. خب دوستان عزیز، من تصاویر با سرعت آهسته تر پخش میکنم، شما خوب به دقت ببینید که لحظاتی که پایان میاورم خوب دقت بکنه، حرکات دست پایش و انگامی که به زمین برخورد میکنه و تچ میکنه به زمین، او را هم خوب با دقت ببینید که در ادامه حرفای داریم. سلام و وقت شما بخیر وطنداران گلم، امیدوارم جور و تندرست و سالم و خوشحال باشین. تصاویر دوربین امنیتی که جریان پایین آمدن و به زمین برخورد کردن اسنا سادات نشان میداد دیده دوستان عزیز، امیدوارم بعد دقت دیده باشید. گرچه در ادامه بازم این ویدیو را برتان نشان میدم که حرفای داریم پیرامون از این ویدیو دوستان عزیز. در خصوص قضیه حسنا سادات مزیاد برتان نمیگم، کسانی که اگر ادلاعی ندارن دقیقاً آن شب چه اتفاق افتید، حسنا سادات چگونه جان خود از دست داد و جزئیات ابتدایی را میخوان، ما دو ویدیو قبلی را منتشر کردیم، دو ویدیو مستند منتشر کردیم که میتونی خیلی به دقت اونا را بری ببینی پس از اینکه این ویدیو را دیدی. دوستان عزیز، قسمی گفتم دو ویدیو قبلی هم پیرامون این قضیه ما منتشر کردیم، ولی وقتی که ما به قرائن و آنچه ادله های موجود در این قضیه دقت کردم که چند مورد، البته نه یک مورد، چند مورد در این قضیه در آنچه که گفته شده مشکوک میزنه، که خواستم همین موارد مشکوک در این ویدیو تنها به همین موارد مشکوک بپردازیم و با شما دوستان عزیز این موارد شریک کنم و شما خودتان فکر کنید و خودتان آنچه من نشان میتونم برتان ببینید و قضاوت بکنید و نظرتان هم حتما بنویسید. دوستان عزیز، اونچه که کلیت این قضیه را روایت میکنه سخنهایی است که از زبان شوهر حسنا سادات که فعلا در قید است، یعنی دستگیر شده و آن شب در محل وقوع این حادثه موجود بوده. تمام این داستان اکثر قسمتاش از زبان شوهر حسنا سادات روایت شده. آن شب شوهر حسنا سادات میگه که قرار بود من نزد حسنا سادات باشم آن شب. یعنی به جهت وضاحت بیشتر بگویم که شوهر حسنا سادات یعنی شوهر دومش بوده. حسنا سادات قبلا ازدواج کرده بوده، دو تا فلش شوهر قبلی خود داره، بنابر دلایل شوهر قبلی خود جدا شده و با مرد متأهل دیگری ازدواج کرده. این مردم ازدواج کرده قبلا و سه فرزند داره است، خانم قبلی خود و خانم قبلیش هم یک جای دیگر زندگی میکنه، یک آپارتمان در منزل 4 در مربوطات حوزه دوم امنیتی با حسنا سادات گرفته. حسنا سادات با دو دخترش که از شوهر قبلیش در این منزل زندگی میکرده و این شوهرش دیگر تمام هفته نزد خانم قبلی خود میبوده یا بالاخره هر جایی که میبوده، هفته یک شب میامده نزد حسنا سادات و احتمالا بعضی هفته ها دو شب هم آمده، دیگر یک شب میامده نزد حسنا سادات. همین شب جمعه که حادثه اتفاق میفته شوهرش میگه که من قرار بود نزد حسنا سادات بیای و من این کار میکنم، یا نزد حسنا سادات و میگه که پسر مامای من به من تماس گرفت که من شب مهمان شما میشم. یعنی در مهمان در شبی که حسنا سادات تنها در امون در کل هفته من یک شب با شوهرش میباشه، پسر مامایش هم مهمان این شبشان میشه و شوهرش پسر مامای خود را گرفته میره در منزل حسنا سادات و میگه آن شب خوش بودیم، آرام بودیم، میگفته میخوردیم، مینوشیدیم، خوش بودیم و با گفته خودش که آن شب عرصه تنشان، یعنی هم شوهرش هم حسنا سادات و هم پسر مامای شوهرش که آن شب در اون مهمانی در اون منزل از اونا تشریف داشته مشروب هم نوشیدن. حالا این قضیه که چقدر حقیقت داره نداره، نیروهای امنیتی میگن که ما بوتل های از مواد نوشیدنی نشاور هم از اونجا پیدا کردیم، یعنی شراب پیدا کردیم، حتی تابلیت های نشاور هم از منزلشان پیدا شد و شوهرش هم تایید میکنه که بله ما آن شب نشه کرده بودیم، بلکه هر سه ما نشه بودیم. دوستان عزیز اینجا دقت بکنه، خب که موضوع خیلی نمیجا باریکای قضیه در اینجاست. شوهرش میگه که ما خوش بودیم، خوردیم، نوشیدیم و با هم داشتیم قصه میکردیم، تا اینکه من موضوعی را یاد کردم که گویا در ترکیه ما رفته بودم، در یک هتل زندگی میکردم اونجا که دیسکوتیک یا بار داشت و این موضوع سر حسنا سادات خوش نخورد و با من سر نزاع را گرفت و قال مقال گرفت که چرا اونجا رفتی و بالاخره این همچون موضوعات و میگه که من سعی کردم که ایرا آرام بکنم که سر صدا بیرون نشه، همسایه ها خبر نشن و بالاخره این گونه، ولی حسنا سادات مقاومت نکرد و آرام نمیشد، که نمیدونم این دقیقاً چه قضیه بوده که حسنا سادات این گونه آرام نمیشدن و میگه که همین لحظه ای که حسنا سادات سر صدا داشت، یعنی با من سر نزار و جنگ انداخته بود، درب ما تک تک شد. این اتفاق هم دقیقاً 3 بجه شب افتاد، 3 بجه صبح میشه دیگه تقریبا، بعد از 12 شب، یعنی 3 دیگه تقریبا، 3 صبح می باشن،
تا این زمان هم اینا نشستن دارن یک مهمانی عادی هم هست. شما تصور کنید خودتان دیگه دوستان عزیز که هم شوهرش هست، هم پسر مامایش هست، هم مسنا سادات هست. و یک موضوع جالب دیگر که من فراموش کردم، دو دختر گفته مسنا سادات داشت، دو فرزند داشته، فرزنداش کوچک کوچک بوده، ولی این فرزندان هم امشب در خانه نیستن. اینا رو هم فرستاده خانه بی بیشن، خانه مادر خود فرستاده حسنا سادات. و همین زمان که میگم تک تک شده دروازه، من رفتم که ببینم کی آمده دروازه، آیا چوکیدار است، آیا همسایه است، آیا نیروهای امنیتی است. و واضح هم نمیکنه که دقیقا در دروازه کی بوده. میگنگامی که من رفتم جانب دروازه، هم پسر مامایم گفتم که مواظب به حسنا سادات باش. میگم من که رفتم اون طرف، پسر مامایم به من گفت که حسنا سادات خود پایین انداخت. میگم من گفتم که چی میگفت؟ حسنا سادات خود پایین انداخت. و میگه تا اینم اینجا من به خاطر دارم، چون بعد از این که فهمیدم که حسنا سادات خود پایین انداخته، فشار ذهنی آنقدر بالای من زیاد شد که من دیگر بعد از اون را به یاد ندارم که دقیقا چه اتفاق افتیده. امیدوارم تا اینجا ویدیو دقت کرده باشی. حالا نکته ای که در این صحبت ها وجود داشتم براتون ده تصاویر دوربین امنیتی را بازم با دقت کنی، شاید قبل یا دقت نکرده باشه یا هم از خاطرتان رفته باشه، بازم به صورت آهسته برتان پخش میکنم، شما ببینید و ما صحبت های من میکنم. موضوع اول که یک قسمت کوتاه از این دوربین، تصاویر دوربین مداربسته در دسترس ما قرار گرفته و این تصاویر هم صدا نداره. اینجا دو عامل میتونه که موجود باشه، یا اصلا در آن زمان صدایی وجود نداشته، یعنی صدایی نبوده که و ما در اختیار ما قرار گرفته باشه، و یا هم صدایی بوده، صدا میوت شده و بی صدا شده. اگر صدای دوربین مدار بسته میوت نشده باشه و بی صدا نشده باشه، شما دقت بکنید که هنگامی که حسنا سادات از 4 منزل پایین میایه، اگر در قید حیات بوده باشه، قطعا صدای چیغ و فریادش در دوربین مدار بسته ثبت میشده و صدایش هم میبوده. اگر صدا در دوربین مدار بسته بوده، پس ایرا این نکته به ما این موضوع رو میرسانه که وقتی که حسنا سادات از بالا پایین میامد، اگر دوربین مدار بسته صدایش بوده باشه ولی صدا ثبت نشده، ایرا به ما میرسانه که صدایی از حسنا سادات تولید نشده، یعنی جسدش بود که پایین میامد. دقیقا این در قید حیات نبوده که چیغ و فریاد کنه و تا وقتی اون چیغ فریادش در دوربین مدار بسته ثبت شوه. و موضوع دومی که است، شما به این پایین آمدن از این دقت بکنی که بدنش تحرک آنچنانی که باید نداره. وقتی که از اونجا با پایین میایه، بدن بدون که یک کنترل خود انسان در اون موجود باشه، بلا اختیار تحرکات انجام میده وقتی که از یک فاصله بلند به پایین میایه. ولی آنچه که دقت میشه در این تصویر، ظاهرا تحرکات نداره و خیلی هم تو پایین میایه، مانند از این که یک جسم بیجان پایین مندازیم. این دو موضوع که ظاهرا میرسانه که حسنا سادات قبلا به قتل رسیده بوده و جسدش از اونجا پایان انداخته شده بوده، که نیروی امنیتی خیلی راحت میتونن که تثبیت بکنن هنگامی که، چون سورس اصلی ویدیوهای دوربین مداربسته نزد از اونها موجود است، در صورتی که صدا در دوربین مداربسته ثبت نشده بوده، قطعا که حسنا سادات روح در بدنش نبوده هنگامی که پایان می آمده. حتی اگر نشان بوده باشه از یک فاصله بلند که از خطا بخوره، آنقدر صدا و تحرکات غیر ارادی شکل می گیره که اون نشه بودنش هم بالا از او تأثیر نمی گذاره. امیدوار است متوجه باریکی قضیه شده باشه. اگر نشده هم بازم ویدیو رو ببینیم، این قسمت متوجه میشیم. ما قسمتی از سخنهای چوکیداره همون منطقه یا همون بلاک برتان نشر میکنم که اینجا نکات دیگری هم هست که میشه بالا از اونا تعامل کرد. شما سخنهای چوکیدار هم ببینید و در ادامه با ما همراه باشید. من عجب گل ده دیگه بلاک چوکیدار ما نشپه دری بجه و سه شور ما شور غلمغال و زه راوت ما سلت جسد پروتو او بیا می گزمه تاوال ورک گزمه راغلا د جسد وکتو من پاس کور ته لاړو کو نه بیرته راکاسو نور تیم براستی راغی فلم ورداری وکړه او دا جسد ځان سره واخیست او هغه بوته شبخانه ته. قسم جدید دوستان عزیز، چوکیدار میگه که من در اتاقم بودم. خو یک محلی دارن که شو جامعه باش چوکیدار، یا خود داخل بلاک یا هم در پارکینگ اتاق در مقابل در ورودی و بلاک، اونجا چوکیدار یک محلی داشتیم باشه. چوکیدار میگه من در اتاقم بودم که حوالی ساعت 3 بجه صبح بود که سر صدا بلند شد. بالاخره یک بگو مگوهای گفتگوی یا بالاخره تحرکاتی را من حس کردم و از اتاقم بیرون شدم. آمدم که در زیر بلاک یک جسد افتیدم و اون زمان من تماس گرفتم با چی؟ با گزمه، یعنی با نیروهای امنیتی، که نیروهای امنیتی بیان و نیروهای امنیتی پس از تماس گرفتن از احتمالاً که یک دقیقه، دو دقیقه، چهار دقیقه، پنج دقیقه، نهایتاً ده دقیقه نیروهای امنیتی در محل وقوع حادثه میرسن. باریکی که اینجا وجود داره دوستان عزیز،
شما بازم رجوع بکنی به سخنان شوهر حسنا سادات. میگه این زمانی که ما داشتیم این نزا شکل گرفته بود، دروازه تک تک شد. این تک تک دقیقا معلوم نمیشه که در این تک تک کی بودن، چوکیدار بوده، نیروهای امنیتی بوده، یا هم همسایه های همون آپارتمان بودن، همسایه هایشان بودن. دقیقا اینجا چوکیدار و نیروهای امنیتی نبوده، چون به گفته چوکیدار و همچنان نیروهای امنیتی، اونا میگن که پس از این که جسد به زمین افتیده، حتی مردم هم شاید همسایه ها شاید کسانی گرد جسد جمع شده بودن که چوکیدار متوجه میشه که اینجا یک جسد افتیده، و پس از این که چوکیدار متوجه میشه به نیروهای امنیتی تماس میگیرن. یعنی چوکیدار و نیروهای امنیتی پس از وقوع حادثه به اونجا تشریف آوردن. دقیقا کسی که در زتون زمان کی بود؟ باید شورشی را ثابت بسازه که کی بود. با همسایه ها باید صحبت شوه که کسی که همون لحظه در زد هنوز حادثه اتفاق نفتیده بود و دقیقا همون زمانی که شخص در میزنه حادثه اتفاق میفته. این در زدن واقعا کسی بوده که این در زد در تک تک زده؟ آیا واقعا اونقدر سر و صدا و بگو مگو اونجا شکل گرفته بوده که همسایه ها یا کسی حتی چوکیدار اسپان یا کسی نیروی امنیتی اطلاع حاصل کنن و بیان اونجا، یا این داستان است که شوهرش خودش سر هم کرده؟ ببینید دقت کن اینجا دوستان عزیز، چوکیدار پس از حادثه اطلاع حاصل میکنه، نیروی امنیتی پس از حادثه اطلاع حاصل میکنن، ولی زمان وقوع حادثه کسی درب به گفته شوهر حسنا سادات کسی درب اونا را تک تک میزنه. که این شخص هم اگر دقیقا کسی بوده که این تک تک زده، میتونه که پیدا کردن و اظهارات از او خیلی برای روشن شدن قضیه کمک کنه، و اگر کسی هم اینجا پیدا نمیشه که دقیقا چه کسی این در زده. پس این داستان است که شوهرش خودش سرهم کرده، یک داستان خودش آمده داستان تصور کرده که این گونه میشه خیلی منطقی را جلوه بتم، آمده سرهم کرده. و اینجا آمد دوباره اظهارات شوهرش هم برتون میگذارم، یک موضوع دیگر نکته دیگری در این قضیه وجود داره، و اظهارات مادر حسنا سادات هم میگذارم. دقت بکنه که اینا خودشان چی گفتن. قسمی که قبلا هم که دیگر رسانه هم یادواری کردم، حسنا جان دمی شب روز نزدیک کمک مشکلات های عصبی پیدا کرده بود، مشکلات ها که از این چوکیدار و فامیل و کلگی در جریان هستم که تداوی بگه پایشم کردیم و بسیار زیر تداوی هم بود، و بعد از او حتی بخش گفتن به تداوی نمیشه، باید ملاوی یا که پیش از بام مراجعه کردیم، و تصادف دیگه همون روز شب جمعه شب بودیم با هم که دوام گرفتیم و همجشتیم. یک دفعه کدام گپ سرزی دفتن بد خورد و یه از کنترل دیگه بیرون شد، از کنترل بیرون شد، زیاد چیخ زد و قلم قال. یا من خواستم که آرامش کنم که صدایش بیرون نبره، که یک مشکل دیگه بر ما پیش نشه. دمی جوری ها نفهم چوکیدار صدای ما رشنی یه بود چیگه بود، یک تق تق شد. من به این جرده که سن دروازه متوجه شدم یه دیگه خدا هم داشت. دختر من تفلیم تو یک صوبیان بر یک تکلیف داشت، مریض بود، پیش ملا بودم دکتر دیگه یکون دفعه عمله میکرد، حسابش خراب میشد که خدا پرده خدا در شیشه بزد، یک دفعه سای خود تکه تکه کرد، که فکر کار دست خدا زده بود، در پاره کرده بود دیگه. چندین دفعه باز پیش میبودیم دیگه، محکمش میگرفتیم، چون تصادف من نبودم دیگه، همین کارش و صورت گرفتم. دختر من مریض بود واقعیتش. دقت کرده دوستان عزیز، هم شوهرش تایید میکنه که حسنا سادات دچار یک مریضی عصبی شدید بوده که هر از گاهی قصد آسیب رساندن به خود میکرده و میخواست که به خود آسیب رسانه، و با تایید سخنان از این مادرش هم میگه که حسنا سادات، مادر حسنا سادات البته، میگه که تکلیف عصبی داشته و یا هم صبیان و موجودات فرا طبیعی داشته، یعنی میگه جن داشته که هر از گاهی سعی میکردن که او را در آب بندازن، در آتش بندازن، از ارتفاع بالا بندازن، و دوباره هم ظاهرن که اینا میگن قصد خودکشی کرده و دست خود با چاقو بریده، با شیشه بریده و قصد خودکشی کرده. این سخنازم نیست که مادرش و شوهرش تایید میکنن و این حرفا را میگن، و یک از عوامل پایین انداختنش همین این موضوعات میگن که گویایی به خود نبوده، یا اون تکلیف عصبیش در حدی بوده که خدا پایین اندازه، یا همون جن یا صبیانی که بالای از این اثر داشتن و بدنی را در تسخیر خود داشتن اونایی را پایین انداختن. نکته کوچو داره، در صورتی که تو شوهر محترم از قبل اطلاع داشتی که خانمت اینقدر مشکل عصبی شدیدی داره که هر از گاهی سعی به خودکشی میکنه و سعی به آسیب رساندن به خود میکنه، تو چرا آمدی به خانمت در منزل 4 آپارتمان یا اجاره گرفتی یا کرا گرفتی یا خریدی یا هر گونه؟
تو چرا این کار انجام دادی؟ در صورتی که خودت هم تایید میکنی که هر از گاهی قصد خودکشی میکنه و قصد آسیب رساندن به خود میکنه. و در ثانی وقتی که در اونجا گرفته بودی تو خب با این نبودی، تو در هفته یک شب پیش از میامدی، او هم شب میامدی بابت انجام وظایف زن و شوهری، ولی تو کل هفته کل روزها در کنار ازی نبودی. در صورتی که اینقدر آسیب پذیرم بود، تکلیف رسانی عصبیش اینقدر شدیدم بود که هر از گاهی قصد خودکشی میکرده، تو با کدام عقل و منطق و ظرفیت و درایت آمدی در منزل 4 در ارتفاع بلند به خانمت آپارتمان گرفتی و در کنار ازی او را تو در کل هفته تنها میگذاشتی، تنها یک شب نزد از او میبودی؟ پس چه عقل و منطق سالمی را میپذیره که با یک شخص مریضی که هر از گاهی قرار است که جان خدا بگیره، قصد جان خدا بکنه، او را در چنین موقعیت قرار بدی؟ و تو مادر محترم در صورتی که میدانی دختر چنین مریضی شدید داره، میگه که من پیشینه مریضی را من هم دارم، هر از گاهی سعی میکنه که خدا به خود آسیب برسانه، خدا بندازه، جان خدا بگیره، دو میزنیش، دو آتش میزنیش، در صورتی که تو اطلاعات هم داشتی، نزد دکتر هم دختر تا بردی، نزد مالا هم بردی، تاویز شویش دودی این موارد هم یاد میکنه که میگه اونا رو هم برش گرفتم وقتی که من دود میکردم یکم آرام بود، بالاخره از این موارد هم میگه. در صورتی که تو اطلاع داشتی چطور تو اجازه دادی که دختر چنین آسیب پذیر است، هر لحظه ممکن که جان خدا بگیره، هر لحظه ممکن از اون ارتفاع خدا پایین بندازه، تو چطور اجازه دادی که در اون ارتفاع برش منزل بگیره، یعنی در اون منطقه زندگی کنه؟ به صورتی که بازم اگر از حد صلاحیت تو بیرون بود و تو نمیتونستی که مثلا مانع از این شوی که در اونجا برش منزل بگیرن، اتاق بگیرن، برش خانه بگیره اونجا برش، تو چرا او را تنها ماندی من حیث یک مادر؟ چرا خودت، چرا دخترت یا کسی دیگر، یک نواسه دیگر، یک کسی را چرا با اون نماندی؟ و چرا حداقل شوهرش نگفتی که پیشش باشه، هیچ کسی نبود، تو چرا من حیث یک مادر خودت نرفتی با مراقب از اون نبودی؟ در صورتی که میفهمیدی هر لحظه ممکن است که این دخترت جان خدا بگیره بنابر اون مریضی که خودت میگی داره، یا صبیان داره یا تکلیف عصبی داره. و اینم مورد دیگری که میرسانه به ما که این داستان احتمالاً که تحت یک هماهنگی قبلی را سرهم کرده باشن و در خور نیروی امنیتی، در خور رسانه و در خور ملت دادن تا به نوع اینا را گول زده باشن و از جرمی که قرار بوده اتفاق به اونا شکل بتن مردم را به نوع اغوا بکنن. حالا دقیقاً یافته های ما ظاهراً این گونه است، البته تا اونجایی که من میبینم چند ادله وجود داره که این قضیه را میتونه مشکوک بسازه، اظهارات شوهرش میتونه مشکوک بسازه، اظهارات فامیلش میتونه که چند پهلو، یعنی ظاهرا این چند موضوع را داره که از یک سو میگن که مریض است، از سو دیگر میگن که کل هفته اونجا تنها بوده، از سوی میگن که خودش خدا پایین انداخته، ولی ظاهرا صدایی هم از حسنا سادات اونجا در دوربین مدار بسته ثبت نشده و تحرکاتی هم بدنش نداره. اونجا میگن که باعث سرصدایی که شکل گرفت چوکیدار یا خبر شد یا نیروی امنیتی خبر شد، ولی دروازه کسی آمد دروازه رو تک تک زد، ولی ظاهرا میبینیم که چوکیدار هم پس از وقوع این اتفاق اطلاع حاصل میکنه و نیروی امنیتی همچنان اون شخصی که اون شب دروازه رو زد دقیقاً چه کسی بود. و چند موردی است که اینجا خیلی میتونه که وضاحت اینا به قضیه، به روشنی قضیه کمک کنه. حالا این یافته های ما بود، بالاخره حدس و گمان های ما بود، شما میتونید دوستان عزیز دیدگاه، نقد، نظر، انتقاد، پیشنهاد هر چیزی دارید در بخش نظریات بنویسین و همچنان ویدیو را لایک کنید، با سایر هموطنان ما به اشتراک بگذارید. اگر عضویت کانال هم نگرفتید من عضویت کانال هم بگیرید. تا ویدیو دیگر و تا دیدار دیگر شما را به لای پاک مسپارم. وقتتان خوش، الله نگهدار، بدرود.